زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را به جهان فرستاد. چون روح القدس بر شما آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود از اورشلیم تا اقصای جهان. زمان آن است که در شکاف دیوار سرزمینمان ایستاده و دعا کنیم. زمان و فصل تازه ملاقات خدا با مردم سرزمینمان رسیده. تا خداوند عطا کند تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به عوض نوحگری، برادای تسبیح به جای روح کدورت. پس افتادگان برخیزید، اسیران آزاد شوید، مریضان شفا و امیدی تازه بیابید. صلح و سلامتی و امنیت و برکت و شادی و شالوم خدا را بر تک تک مردم سرزمینمان اعلام می کنم به نام عیسی مسیح. آمین. بیا با همین اعلام کنیم و بعد شروع کنیم به پرستش. دل خود را اعلام کنید. دل خود را با مواظبت تمام محافظت خواهم کرد با فیض عیسی مسیح. آمین. آمین. سرپا بیستیم دعا کنیم. بچه ها لطفاً آخر آروم باشید. حالا ریه خدا آنچه گذارم به نام عیسی مسیح برای محبت تو که واقعاً ما فقط عقل و تصور ماست. به نام عیسی خداوندا میخوام اون باران گشم تو، اون باران رحمت تو، اون باران دلسوزی تو، اون باران شفای تو، اون بارانی که میاد تا این زمین خشک ترک خورده رو التیام بده، میاد تا ما رو از این خشکسالی محبت، از این خشکسالی شادی، از این خشکسالی رحمت ما رو رهایی بده و بیابانهای ما را به باغ خدا تبدیل کنه. خداوند شکرگزارم که تو بیابان ما را پیدا کردی و تو قبرستان، اما با ما ننشستی تو قبرستان، ما را با خودت از قبرستان بیرون کشیدی. ببخش خداوند هر جایی که خطایی دیدیم و خطا کردیم یا خطایی ندیدیم، خودمون خطا. اون پسر عیسی ما رو ببخش. هر قدرت و مالکیت شیطان که اجازه پیدا کرده از طریق روح دیابولوس و شکستن رابطه ها بهش مجال دادم، بهش فرصت دادم، رابطه زن و شوهر رو فرصت دادم، روح طلاق روح دیابولوسه، فرصت دادم، به قدرت نام عیسی میشکنم و باطل میکنم و حاکمیت تو رو ای روح قدوس خدا، حاکمیت تو رو ای عیسی مسیح و ای خدای پدر بر زندگی به اعلام میکنم و هر حاکمیت دنیای تاریکی، هر حاکمیت جهنم، هر حاکمیت بیابان و حاکمیت دیوها و حاکمیت قبرستان را روی زندگی میشکنم و رد میکنم. من فرزند تو هستم، آفریده شده در مسیح عیسی به جهت زندگی در کارهای نیکویی که از قبل برای من مهیا کرد. عذرخواهی میکنم نفهمیدم چی برام مهیا کردی. خودم برای خودم زندگی بریدم و دوختم و کردم تنم، یا دیگران برام بریدن و دوختن کردن تنم، اما امروز خداوند آنچه را میپوشم که تو برام مهیا کردی. من فهم بده که این فصل جدیدم رو بشناسم، با من همراهی کن. هر طوفانی، هر سیلی، هر زلزله که زندگی من رو نابود کرد، امروز به قدرت نام عیسی از خودم دور شده اعلام میکنم. من آزادم و فیض مسیح دیگه توی این غم و غصه ها زندگی نمی کنم.
بسته دیگه. به خودم میگم بسته دیگه. اسم خودت بیا، به خودت بگو بسته دیگه. دوباره میسازم هد. اسم خودت بیا، دوباره میسازم هد. زندگی دوباره میسازم هد. شاید نتونم بعضی چیار جبران کنم، اما ما بقیشو حتما میسازم با فیض مسیح به نام خود دوستم. آمین. امروز در حضور خداوند تصدی حساب کن. خداوند من رو ببخش که حواسم به قلبم نبوده و دیگران شکستن و من رو به اینجا کشیدن و انگار نه انگار. خداوند میخوام دوباره با تو شروع کار کنم. دو من رو محبت کن خداوند که با این محبت نیاز نداشت که من دیگران ترس بسن. دو تمام زندگی من و خلاهای زندگی من رو ببخش. خداوند امروز نه فقط خودم رو واسه به قلبم هستم، بلکه قلبم رو به تو میسپارم. تو نیز از قلبم مواظبت کن.
خداوند ایمان من رو مدد کن که تو فشارها و اتکا دوام بیارم. خداوند ببخش هر جایی که مالکیت تو کنار زده شد، امروز میخوام یه شروع تازه با خودم کنم. توست جانم سرمست توست، گر اسیر دنیا آزادیم دست توست. وقتی یار ندارم تو هستی یار من، وقتی من بیمارم تو سر عیسی شسته شده و ردای سلامتی رو بر ما خداوند تاجی به عوض خاکستر و ردای شکرگزاری به جای کدورت، به جای کینه و بغض و هر دردی که هست خداوند رو ملاقات کن. احتیاج داریم خداوند رو. ما را خداوند از این فشار قبرستان، فشار جهنم، فشار طرد شدگی، فشار تنهایی، فشار این جنگ ها خداوند ما را رهایی بده. ای روح خداوند بیا دعا کنی، دعای تو باشه، سرود نیست، دعای تو، دعایی که به دل اعلام کن بیاد. منو ملاقات کن، منو لمس کن، منو تبدیل کن، منو فرا بگیر، منو با آتش حضورت فرا بگیر،
مرا با روغن روح خودت خداوند مس کن، ترتیب کن، آزاد کن، شفا بده. این دعای تو باشه به نام عیسی. ظرف مرا پر کن ای روح خدا، لبریز کن از این روغن، لبریز فصل قدیمم رو میبندم، این فصل هایی حبک زده و زنگ زده و طاقت فصل ها رو خودم اعلام میکنم میبندم به نام عیسی. خدا من دعا فصل تازم رو در تو شروع میکنم، با اینکه نمیدونم اما ایمان دارم که رحمت های تو عظیمه. ایمان دارم خدای دلسوزی هستی، خدای سلامتی هستی. به نام عیسی با این ایمان فصلم رو میبندم و با ایمان رو آغاز میکنم که فصل تازه من همانی باشد که تو به خاطرش مرا آفریدی. فهم به من بده خداوند رو در این رابطه شخصی، ما بقیه زندگی رو بدونم که در تو کی هستم و کجا باید برم، از من چی میخوای، چی در من باید عوض بشه. به نام عیسی خداوند دعا میکنم تا آنچرا که برای این فصل لازم دارم مرا مست کنی، از حکمت مرا پر کنی، از معرفت مرا پر کنی، چشمام به دنیای روحانی باز کنی، به من شعور روحانی بدی خداوند، که این ایام را من بشناسم و این روزها را بشناسم و این روزها را نمیخوام تلف کنم. این روزها برای من طلایی، گنجهای عالی، فرصتهای عالی که احساس میکنم شاید این آخرین فصل زندگیم باشه، نمیدونم اما میخوام پایان خوبی داشته باشم. اگه فصل‌های بعدی بود آمین که در تو، چون که شروع من تازه و نوه فصل‌های بعدیم نیز مبارکتر خواهد بود. خداوند این فصل من رو بهاری کن. به نام عیسی با ایمان خداوند رو با روح نبوت منتظرم که تو این فصل من رو خداوند در شکوفه های بهاری تبدیل به میوه ها بکنی، میوه هایی که میارم بماند و میوه های ماندگار زیاد شود. با ایمان خداوند را به تو که دستمو گرفتی
از این فصل قدیم بیرون آوردی، اول منو شستی، منو تطهین کردی، زخمامو میبندی و با تو خداوند یک قدم برمیدارم و فصل جدیدمو با تو شروع میکنم. بخاری شد فصل من. هللویا خداوند. مثل ابر اومدی بارونی کردی تنمو، من کویر مرده بودم زنده کردی تو منو، رنگ تازه‌ای که دادی تو به نقش بودنم، انگاری سایه تو همیشه بود روی سرم. بهاری شد فصل من، رنگین کمون بالا سرم، لبخند زیبای تو داد عمر دوباره به من. بهاری شد فصل من، سبز شده پیراهنم، این حضور گرم تو اومده توی تنم. راجب دردها با ما نمیگی، بلکه راجب درمان و شفاها با ما حرف میزنی. اول به ما نشون میدی که وضعمون کجاست، قبرستان و بیابان، و بعد به ما میگی بسته دیگه، بلند شو بیرون. و خدا تو رو شکر میکنم که به ما قوت انجامش هم میدی، چرا که فیض تو ما رو کافیست. قوت تو ضعفهای ما، ضعفهایی که به احساس میکنم نمیتونیم بیایم بیرون، خدا تو ما رو میاری بیرون. شکرگزاریم خداوند که وقتی با ما ملاقات میکنی با روح محکومیت و چوب محکومیت ملاقات نمیکنی، بلکه خداوند با اون چشمای جذابت ما رو به سمت خودت میکشی. روح تو روح محکومیت نیست که خداوند رو بسن تو سر ما، بلکه روح فرزند خواندگیه که میگی پسرم دخترم بیا بیرون، اونجا جای تو نیست، خانه پدر اونجا نیست، خانه پدر تو باقی.
خانه‌ای در بیابان نساختم. در خانه من، پادشاهی من، عدالت و سلامتی و خوشی روحه. خوشی روح، خوشی روح، خوشی روح. گرد و غبار از تو را می‌زدایم، زخم‌هاتو می‌بندم. فصل جدید برای تو، فصل برکت. لعنت ها بمانه در فصل قدیم. مرده ها بگذار مرده ها مرده ها رو خاک کنن. من متعلق به مرده ها نیستم. من خدای زنده دارم و متعلق به زندگان هستم. فصل من فصل حیات و زندگیه. برکت از آن منه. از آن نسل منه. از آن فصل منه. از آن روزهای پیش روی منه. آمین. آمین. میخوام هدای قلبی خودمون رو به خداوند تقدیم کنیم. باشد که باعث نجات جانها، تبدیل مردم افتاده تو سرزمینمون که دارن تو تنهایی بدون کلیسا درد میکشن، این پیغام ها باعث نجات اونها، تبدیل اونها، بلند شدن اونها و احیای اونها بشه. هدای قلبمون رو به خداوند تقدیم میکنیم. هللویا. سرود آخر رو میخونیم. برکت از آن ماست. آمین. از آن توست. از آن هللویا قوم خداست.
هللویا. وقتی این سرودا رو میخونید میشکنه تمام قدرتایی که میگه تو لعنت یافته ای، تو جهنم یافته ای، تو قبرستون یافته ای، تو مرگ یافته ای. وقتی این سرودها رو میخونی با ایمان اعلام کن که میشکنه هر دروغی که رو تو اعلام شده، میشکنه هر چیزی که بر ضد تو نوشته شده و اعلام شده، و به نام عیسی مسیح تو باید فرزند مبارک باشی، باید قوم خدا فرزند برکت باشن، قوم خدا نباید زیر لعنت باشن، نباید زیر افسردگی و ترس و بدبختی و آمپول و قرص اعصاب باشن. خدا خدای ما سلامتیه و این اون چیزی که خدا ما رو براش فراخوانده. به ابلیس مجال نده، بغض و کینه و نفرت ها رو نگذار. به مواظبت تمام دل خیش را حفاظت کن. آمین. هفته آینده شام خداوند داریم، سفره خداوند، شام خداوند. ایزانی که راه دور هستید، چانه که میشنمید قرار اینجا باشید، چانه که راه دور هستید نان و پیاله آماده کنید. شرکت در شام خداوند قدرت عظیمی داره. هر طریقی که میزنه تو دوباره تو عهد خدا قرار نگیری، دوباره در حضور خدا قرار نگیری، دوباره به یه دلیلی بگی نخور، تو اینی، تو قلبت فلانه، دیدی برادر گفت قلبت فلانه، و برای چی با این قلب باقی بمونی؟ رها کن. چرا یه نفر سر سفره خدا خودش میاد بعد دلیلی بشه که تو نیای؟ رها کن. هیچ چیزی تو رو از سفره پدر من نکنه. هیچ چیز. سر سفره خدا خواهم بود و برکتش هم خواهم گرفت. نمیذارم مانعی بین من اون با وجود بیاد. دیگران میخوان مانع به وجود بیارن، نمیذارم. میبخشم، رها میکنم و در حضور خدا میستم. هر سفره خداوند یه برکت خاص خودشو داره. پس شما رو میبینم تا هفته آینده که در سفره خداوند ساکن باشید. خداوند قوم تو برکت میدم، خانواده ها رو برکت میدم، هفته شون رو برکت میدم به نام عیسی مسیح. خداوند این فصل و این هفته رو بهاری کن در نام عیسی مسیح. خداوند شادی تو خداوند، خنده ها خداوند در خانه پا بر جا بشه به نام عیسی. هر دزدی که اومده بدزده در قدرت نام عیسی، اومده بچه ها رو بدزده، اومده زن و شوهر رو بدزده، اومده کسب و کار و برکت رو بدزده، اومده رابطه ها رو بدزده، به قدرت نام عیسی و خون عیسی که بر قلب و تک تک دیوارهای چهارخونه دیوار پاشیده شده محافظت شده اعلام میکنم در نام عیسی مسیح. خداوند حکمت و فهم به ما عطا کن که ایاممون رو بشناسیم، که بدانیم خداوند برای چی ما رو خلق کردی. دعا میکنم از خانه های ما پاسبانی کن خداوند، از خانه بچه های ما پاسبانی کن، از خانواده اهل خانواده ما پاسبانی کن. برای به جای زنان دعا میکنم خدای شوهران ما رو برکت بده. دعا میکنم خدای زن ها رو برکت بده. دعا میکنم بچه ها رو خداوند برکت بده. خداوند چتر امنیت تو روی خانواده ها باشه در نام عیسی. هر روی دیابولوس به نام عیسی اوت، بیرون، هیچ جایی نداره. تنها روی قدوس خدا و پسر خدا و خدای پدر در خانه من اجازه داره تردد کنه. هر روی نارامی و تشویش و جدایی به نام عیسی از خانه من اوت. خانه من صاحب داره، سرور داره، آقا داره، خداوند داره، مالک داره. او اجازه داره در خانه من ساکن بشه. او اجازه داده به کی بیا وارد کی خارج بشه. و پدرم میگه هرگز در را برای دنیا تاریکی و شیطان و جهنم باز نکن. پس من در را باز نمی کنم. همونطور که بزرگتر میگه بچه ها در را برای غریبه باز نکن، اینها غریب هستن. اگه به پدرم خیانت کردن و به پدرم در واقع وفا نکردن، اونها به من وفا میکنن. اگه به پسر خدا وفا نکردن، به من وفا میکنن. اگه به روح قدوس خدا احترام نمیذارن، به من احترام میذارن. هر کس به پدرم بی احترامی کنه، مرا با او کاری نیست و دنیای تاریکی رو با من کاری نیست، با اهل خانواده من کاری نیست. خداوند مرا حکمت بده تا اهل خانواده‌ام رو دور هم خداوند جمع کنم. و دعای من همون چیزیست که یوشع گفت، من و اهل خانواده‌ام یهوه رو پرستش و پیروی خواهیم کرد به نام عیسی مسیح. آمین. 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 خدا شما رو برکت بده. دستان رو پایین به جهت پذیرش.